عرض سلام و تقدیم ارادت حضور همه بینندگان ارجمند، با سلام و سپاس به همه بینندگانی که خبر خوبی به ما دادند که در کشور ایران ما رو میبینند و انجای بسیار خوشبختی است. به همه افرادی که در این سفر با ما همراه هستند، هر کجای دنیا که هستند، به خصوص خدمتگزارانی که این راه رو ادامه میدن و این محبتشون شامل حال ما هست، توفیق همه این عزیزان رو از خدای بزرگ مسخرت دارم. در جستجوی پیام دوست محترمی هستم که در کمال ادب به برنامه ما اظهار محبت و در این حال توضیحی دادن که ایراد مؤدبانه گرفتن، خواستم که به مطلب ایشان دسترسی پیدا بکنم و در موردش یک توضیح مختصری خدمت شما بدم. این است که ثانیه‌های کوتاهی از شما فرصت میخوام که بتوانم این مطلب رو باز کنم. نابی شکور وزیری اظهار محبت فرمودن بر این امر که اشاره فرمودن مگر یک قسمت گفتار جناب عالی با آیه مبارکه قرآن که هر کسی از رسول اطاعت بکند در واقع از خدا اطاعت کرده است در مغایرت است، زیرا پیروی از پیامبر در حقیقت پیروی از الله بوده و جناب شما از این مقام و منزلت پیامبر بزرگوار ما اغماز می فرمایید. من ضمن عرض ادب و احترام برای این بیننده محترم که تصور می کنم که بار اولی باشه که افتخار مکالمه و مکاتبه با ایشان رو داریم، به عرضشون برسانم که ما ساعتهای طولانی در این مورد صحبت کردیم و به هیچ عنوان من مخالفتی با سنت رسول اکرم ندارم. به طور خلاصه عرض میکنم، چون شاید متجاوز از 20 ساعت ما در این مورد صحبت کردیم که توی یوتیوب هست، مراجعه کنید ببینید، حوصله کنید، حتما متقاعد خواهید شد. سخن من اصلا مخالفت با سنت رسول اکرم نیست. صحبت من یا اعتراض من بر این است که ما استقلال سنت برای رسول اکرم قائل نشیم. سنت رسول اکرم تلاوت قرآن است، این سنت رسول است که وقتی که محمد در مقام رسول می آید، در مقام نبی می آید، آیات به او ابلاغ می شود، وحی می شود و او به مردم ابلاغ می کند. این اولین سنت نبوی است. بلافاصله در قرآن می گوید تو اولین نفری باش محمد، اولین نفری باش که از وحی نبی اطاعت می کنی. الان ما با دو تا شخصیت طرف هستیم، یکی شخصیت نبی است که گوینده کلام خداست، و یکی شخصیت محمد است که میگوید تو هم مثل یک آدم معمولی اون چیزی رو که از نبی شنیدی و ابلاغ کردی اطاعت کن. اولین نفری باش که اطاعت میکنی. اطاعت کردن از پیام خدا سنت پیامبر است و ابلاغ کردن وحی خدا سنت پیامبر است. اما در قرآن به ما گفته است که از این سنت پیامبر، از نبی، نبی شما از چی نبی باید اطاعت بکنید؟ نبی چه کرده که شما باید اطاعت بکنید؟
اساسا وقتی شما میخواید از کسی اطاعت بکنید، مکانیسم اطاعت رو نگاه بکنید که باید چه بکنید. حالا چه از خدا باشه چه از رسول باشه، ما چطور از خدا اطاعت میکنیم؟ تلفن میکنیم به خدا، میگیم که امری داشتید خدا بفرمایید در خدمتم، اطاعت میکنم، این کارو میکنیم. یا اطاعت از خدا یعنی اطاعت از کلام خدا. اطاعت از نبی در قرآن گفته. شما هیچ جای قرآن دیدید که گفته باشه که اطیع محمد؟ یک جا در قرآن شما دیدید؟ این 6000 خورده آیه در قرآن هست، یک آیه شما دیدید گفته باشه که از محمد اطاعت کنید یا نشنیدید؟ اگه شنیدید به ما بگید. نیست در قرآن. و شرک هم هست. اگر در قرآن یک بار گفته باشه که از شخصی به نام محمد با همه مقامی که داشته ایشون اطاعت کنید، هم قرآن باطل است، هم محمد باطل است، هم دین باطل است، هم قرآن دارای تضاد داخلی میشه، هم خود خدا مشمول اختشاش و ضد و نقیض گویی میشه. یک جا گفته فقط از من اطاعت کنید و بعد میگوید از این محمد هم اطاعت کنید. یعنی به این وضوح قرآن در تضاد باید قرار بگیره؟ نیست چنین چیزی. اطیع الله، اصل حکم بر این است که از الله اطاعت کنید. چگونه از الله اطاعت کنم؟ چگونه از الله اطاعت کنم؟ چگونه از الله اطاعت کنم؟ از چی الله اطاعت کنم؟ الله رو دیدم؟ خانه الله رفتم؟ غذا خوردیم با هم؟ صحبت کردیم؟ تلفن کرده؟ تلگراف کرده؟ از چه چیزی الله اطاعت کنم؟ از کلام الله. بسیار خوب، بسیار. الان یه قضیه روشن شد. فکر کردم که روشن شد، ببخشید روشن نشد، تاریکتر شد. کلام الله هزار جور مدعی داره. اون گاو پرسته میگه این پیامی که من دارم به تو میدم پیام گاو هست، ولی این گاوه خود اللهه. اون موش پرسته میگه این موش درسته که ظاهرش موشه، ولی این خداست، این به من پیام میفرسته. موش به من وحی میکنه. میگم این موش که آخه حرف نمیزنه که. میگه درسته حرف نمیزنه ولی وحی میکنه. میگه به کی؟ به من. پس دوتا کلام حالا شد. این بت پرسته چی؟ این سنگ پرسته چی؟ این سنگ کجا حرف میزنه؟ آقای پیامبر سنگ، این سنگی که خداست که حرف نمیزنه. میگه نه حرفم نباید بزنه، وحی میکنه. به کی؟ به من. به پیغمبر سنگ. همینطور دامنش درازه دیگه. حالا خدا میگه اطیع الله، از من، از الله اطاعت بکنید. از چی الله اطاعت بکنید؟ اول از کلام الله. کدام کلام الله؟ کلام موشی، کلام گاوی، کلام ماری، کلام سنگی؟ همه اینها هم وحی شده، همه اینها هم پیامبر دارن، همه اینها هم اعلام کردن که این پیام، پیام خداست. 4000 تا از این پیام ها داریم، 4000 تا از این دین ها داریم، همه اینها میگن پیام، پیام خداست، همه اینها میگن کلام خداست. الان یه سوپرمارکتی هست که 4000 کتاب در این سوپرمارکت هست، همه اینها روش نوشته کلام خدا، کلام خدا، کلام خدا. آیا جز از کلام خدا من از کلام دیگه میتونم اطاعت بکنم یا نه؟ اطیع الله. چجوری اطیع الله؟ چه بکنم که اطیع الله کرده باشم؟ چه بکنم؟ جز اطاعت از کلام خدا. خیلی خوب، یک پله پایین آمدم، فکر کنم راه هم روشن شد، خرابتر از اولش شد. 4000 تا راه جلوی من گذاشت. همه اینها میگن ما کلام خداست، اون دروغ، بقیه دروغ میگن، فقط من راست میگم. آقای یهودی، کلام خدا، کلام خدا درسته که حالا
حرفایی میزنن اینا، ولی این تورات عین تورات اصلیه. کدوم تورات؟ همین توراتی که داوود با همسرش چنین میکنه و با دخترش چنان میکنه و سلیمان اینطور میکنه، همه این حرفا. این کتابی که درش نوشته که در واقع جناب داوود و سلیمان اینها بساط تجاوز خانوادگی رو در دنیا معمول کردن. اون یکی پیامبر به دخترش تجاوز میکرده، پسر پیغمبر به مادرش تجاوز میکرده، همه اینها با هم دیگه گروپ سکس تشکیل. اون کتابتون رو بپذیرم، اونم کلام خداست دیگه. همون کتابی که ابراهیم مقام پااندازی داره درش، که خواهر خودش رو به جای زن خودش میبره، برای زن خودش رو به جای خواهر خودش میبره برای حاکم وقت، میگه بفرمایید با این بخوابید، این خواهر بنده است برای شما خوبه. بعد حاکم میفهمه نه، این خواهر ابراهیم نبوده، زنش بوده برده برای اون. این تورات رو قبول کنم کلام خدا. اینم تو این سوپرمارکت هست، انجیل هم هست که سه تا خدا داریم و این پسر اون بوده اون دختر اون بوده، و قرآن هم هست و کتاب موش و گربه و همه اینها، 4000 تا کتاب در اونجا هست. همه اینها میگن که میخوای اطیع الله، بعد کلام خدا رو اطاعت کنید. هر کدوم اینا رو میخوای بردار اطاعت کنید، هر کدوم هم میگن مال ما درسته، بقیهش همه غلط. حالا ما یک سند میخوایم در اینجا، که الان که من میخوام، هدف اصلی اینه که اطیع الله، مکانیسمی که من بایستی که اطاعت کنم از الله رو خود الله معین کرده. اطیع الله، میخواید منم یه قرآن نازل بکنم در کنار قرآن؟ و اطیع محمد، این شد الان قرآن آغازی. این اون قرآنی است که شما جناب وزیری اشاره کردین، این اون دینی است که شما اشاره کردین. اطیع الله و اطیع محمد، شرک مطلق و دروغ مطلق. اون اگر بود ما مسئول بودیم که از شخصی به نام محمد اطاعت بکنیم، اگر میخواستیم مشرک باشیم، اگر میخواستیم فاسق باشیم، چون این هم شرک هم فسقه. در همین قرآن ایاک انا عبد، یعنی از هیچ کس اطاعت نمیکنم، و بعد بگید از محمد اطاعت بکن. ولی خب کسی بخواد دین شرک و دین فسخ و دین فساد و دین تضاد رو بپذیره، اون دین رو میپذیره، اطیع محمد رو قبول میکنه. من نمیکنم، چون نیست در قرآن. در قرآن چی هست؟ اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از کلام خدا توسط مکانیسم اطاعت از کلام رسول. از چی رسول شما اطاعت میکنید؟ از چه چیز رسول اطاعت میکنید؟ از راه رفتن رسول، خوابیدن رسول، نشستن رسول، از چه چیز رسول اطاعت میکنید؟ از نبوت رسول اطاعت میکنید. نبوت رسول از چی تشکیل میشه؟ نبوت رسول از چی تشکیل میشه؟ از آیات الهی که بر نبی وارد میشه و نازل میشه، و نبی اون نزولات رو مفهوم میکنه و به اونها بعد صوت و کلام بشری میده، و این آوا و این آواز از دهان نبوی او که دهان خداست شنیده میشه، و آیات خدا از دهان نبی، نه از دهان محمد. محمد با نبی فرق میکنه، اینقدر فرق میکنه که اطاعت از نبی تشکیل توحید میده، اطاعت از محمد تشکیل شرک میده. اینقدر اینها با هم فرق میکنه، فرقش بین توحید و شرک، که من از محمد اطاعت بکنم یا از نبی اطاعت بکنم. اشکال اونجاست. حالا من از چه چیز نبی اطاعت میکنم؟ از قد بلند نبی، از خوراک نبی،
از خواب نبی. اصلا نبی یعنی چی؟ نبی به محمد اشاره میکنه. به کجای محمد اشاره میکنه؟ به دست و پای محمد اشاره میکنه، به راه رفتنش، به زن گرفتنش، به غذا خوردنش، به جنگ کردنش، به تجارت کردنش، به چه چیز او اشاره میکنه؟ وقتی به نبوت محمد اشاره میکنه یعنی به خبر دادن و به پیام گرفتن و به پیام دادن، یا به پیامبری پیامبر، یا به نبوت و نبیت پیامبر اشاره میکنه. نیست اینطور مگه؟ رسول یعنی کسی که از طرف خدا رسالت داره. رسالتش چی بوده؟ نبوت بوده. اطیع الرسول، از چه چیز رسول اطاعت کنم؟ از نبوت رسول. نبوت رسول رو چی تشکیل میده؟ ماده متشکله نبوت چیه؟ نبع، خبر، آیه، وحی، انزال. از خدا اطاعت کنید، از کلام خدا. از کدام کلام خدا؟ 4000 تا کلام خدا هست، از کدامش اطاعت کنم؟ از کلامی که از دهان این نبی بیرون میاد، از اون کلام اطاعت کنید، نه از اون 3900 تا 4000 تای دیگه. از این کلام اطاعت کنید. خب همه اینها خدای میگن ما نبی هستیم، من با 4000 تا پیامبره همه اینها صحبت کردم، حالا خارج از شوخی اینها با چند تاشون اصلا صحبت کردم. یک این یک منطقه هست نزدیک ما در لس آنجلس زندگی میکنیم، در غرب لس آنجلس نزدیک دریا، تا اینجا مثلا یه ربع نیم ساعت فاصله از کمتر. یک منطقه هست روی کوه و اینها، خیلی جای سرسبز و خوب و آب راه داره و این هنرپیشه ها و بقیه زحمتکش ها اینا اونجا کلبه های کوچکی دارن و اینها، خانه های 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون اونجا همطور ساختن و از خوف خدا اونجا زندگی میکنن. یک محلی هست در اونجا مال به نظرم یکی از ادیان هندی باشه که مارپرست هستن اینها و شیطان پرست هستن. شیطان رو مظهر رحمت میدانن و نماینده شیطان یا سمبول شیطان هم ماره در قدرت و در ابهت، و اینها اون مار رو میبرستن. یه ساختمانی هم ساختن 40-50 میلیون دلار آمریکایی خرج این ساختمان شد. تمام ستونهای این ساختمان شکل ماره، تمام سردرهای این، هر جایی که به رأس برمیخوره و یه بعد هندسی خارجی پیدا میکنه اونجا رو تبدیل کردن به سر مار کبرا. ساختمان عجیبیه، سنگ تراشی عجیبی داره، شاید بیشتر از 50 میلیون هم خرج این ساختمان بزرگ شده باشه. و در اونجا یک مجسمه گچی ماره، ولی خیلی شکل مار واقعیه، یعنی شما تا فاصله 10-20 سانتی اونم نگاه میکنید نمیفهمید که این مار گچیه. اون مظهر شیطان یا مظهر الله خودشونه و همه خوبی های دنیا رو در شیطان میبینن. اون خوبی ها هم در این مظهرش کس که مار هست. ما رفتیم اونجا برای زیارت و اینها، داستانشو چند بار گفتم شما حتما نشنیدید، که دو تا پیامبر داره اون مار، دو تا خرگوش سنگی هستن که خود این پیامبرها هم وحی میکنند. یعنی اطیع الله، اطیع اون مار رو اطاعت کنید، و اطیع رسول، این دوتا خرگوش رو اطاعت بکنید. و بعد چون ما نمیفهمیم مار چی میگه نه خرگوش میگه، یک آدم یه سر دو گوش، باز نوبت به نقش آدم پیدا میشه اونجا ایستاده. ما رفتم، من شخصا رفتم اونجا برای زیارت مار. من خیلی فضول هستم و سعی میکنم برای شما همیشه سوغاتی داشته باشم. رفتم اونجا و خلاصه گفتیم که ما میخواییم بریم زیارت بکنیم این کعبه شما رو. گفت نمیشه و میشه و اینها، و
بعد بعد از این خرگوشه بپرسم، چون رسول اون این خرگوشه. دستشو برد در گوش خرگوشه و گوششو برد نزدیک و بالاخره خرگوش گفت میتونه این آقا بره ما رو زیارت کن. گفت ولی باید با شیر بشورم این خرگوشو قبلش. پولی دادیم و مثلا شیر فرض کنید 2 دلاره 10 دلار 20 دلار هم دادیم این شیر رو این خرگوشه رو بشوره تا حرف بزنه. بعدم گفت خیلی خوب حالا اجازه صادر شد بریم. گفت باید کرال بکنی، باید که به اصطلاح مثل مار اونطوری به خزش بری جلو برای زیارت این کعبه. گفتیم ما کمر درد داریم و اینا، با 20 دلار دیگه بالاخره رضایت داد که مؤدبانه بریم اونجا و در حالت تعظیم و رفتیم همین کارم کردیم و مار دیدیم و اینها. اون هم یک کتابه، اون هم یک پیامه، یکی دوتا هم نیستن. شما ای در هندوستان برین صدها از اینها رو میبینید، مرکز ساختن دین و مرکز تکثیر دین هست که مرتب هم زایده میشه دینهای جدید در اونجا. حالا ما عطی الله گفتیم، عطی رسول، عطی الله یعنی این که شما از خدا اطاعت بکنید. پس خلاصش از چه چیز خدا اطاعت کنیم؟ از کلام خدا. کلام خدا رو در کی پیدا کنیم؟ کلام یعنی خبر دیگه، آیه. در انزالات خدا، در نبعات خدا، در پیام‌های خدا، در کلام‌های خدا باید پیدا بکنیم دیگه. کلام خدا رو در کجا پیدا میکنیم؟ پیام خدا رو در کجا پیدا میکنیم؟ در پیامبران خدا. در کجای پیامبران خدا؟ در پیام خدا به پیامبران پیدا میکنیم، در پیام خدا به پیامبران پیدا میکنیم. با این اطلاعات رفتم به بازار، 4000 تا از این پیامبران دیدم. برگشتم 2 مرتبه به قرآن، فکر کردم خدا اشتباه کرده، دیدم نه من اشتباه کردم که خدا من فرستادی به بازار. رفتم اونجا گیج شدم. خدا گفت ببین در قرآن من نوشتم عطی الله و عطی الرسول، این رسول رو، این رسولی که در قرآن رسالت نبویت بهش دادم، این رسول. کلام این رسول رو اطاعت کن. عطی الرسول یعنی کلام رسول رو اطاعت کن. شما به من بنویسید در همین فیسبوک که اگر کلام رسول، عطی الرسول منظور کلام رسول نیست، شما به من بگویید که چه چیز رسول رو من باید اطاعت بکنم. سوالم رو به این ترتیب تکرار میکنم به محضرتون که اگر عطی الرسول اطاعت از کلام رسالت نیست، اگر عطی الرسول اطاعت از کلام نبوت نیست، پس چیست؟ شما به من بگویید. من فکر میکنم، جنگی هم در این مورد ندارم، من فکر میکنم عطی الله یعنی از کلام خدا اطاعت کنید، چون ما راه دیگری که برای ارتباط با خدا نداریم جز کلامش. کلام خدا رو جستجو کنید. در کجا؟ در کلام رسول، نه در کلام محمد. محمد رسول نیست، رسول هم محمد نیست. اینها دو تا شخصیت جداگانه هستند. محمد داره یک دهانی است، یک سر داره، 2 گوش داره، دست داره، آدمه. و کلامی که از او برمیاد و از محمد بیرون میاد، اگر اطاعت کنید از اون کلام مشرک هستید، از کلام محمد. اما این محمد گاه گاهی بر میگرده تبدیل به نبی میشه و همون دهان بشری او تبدیل به دهان خدایی میشه، یعنی بیان خدا از دهنش میاد بیرون، نه بیان انسان. از اون بیان باید اطاعت کرد. عطی الله، اطاعت کنید از الله. از چه چیز الله؟ از کلام الله. کلام الله رو در کجا پیدا کنم؟ در دهان نبی، در دهان رسول، در دهان رسول، دهان رسول، نه دهان محمد. اگر دهان محمد قرار بود که اطاعت بشه،
قرآن بزرگترین کتاب شرک می شد و کتاب ضدیت و کتاب ضد و نقیض گویی. گرچه خدا گفته فقط از من اطاعت کنید، بعد میگه از این آدم هم اطاعت کنید، بالاخره محمد آدم بوده دیگه. و خدا میگه از من اطاعت بکنید، از محمد هم اطاعت بکنید. یعنی خدا خودش بزرگترین مشرک میشه اصلا، خودش رو قرار داده در کنار یه آدم، یا از ما دوتا اطاعت بکنید، اطیع الله و اطیع محمد. یعنی نگفته اطیع محمد، یک بار هم نگفته. هر جایی که اطاعت از غیر از الله آمده، اون اطاعت مربوط به کلام الله میشه و کلام الله البته از عالم مجرد نازل میشه، در عالم مقید مفهوم و محسوس میشه و برای عالم مقید موجود مقید لازمه و اساس پیامبری و رسالت بر همین اصل است که چون کلام کلام غیب است، کلامی است که در عالم مجرد قرار دارد و این کلام عالم مجرد وقتی وارد عالم مقید می شود، ابزار مکانیکی مقید لازم دارد که انسان اون ابزار و اون اسباب است. یعنی لازم هست که یک آدم با هیبت آدم، با دهان، با ذهن، با دست، با پا، با قلب، با فهم، آدم مثل بقیه آدم ولی امین، پاک، خوب، شست و رفته، این گیرنده باشه. یعنی شما برای اینکه صدای خدا رو بشنوید احتیاج به گیرنده زمینی دارید. الان شما اگر که این تلویزیونتون رو ببندید یا فیسبوکتون رو خاموش کنید یا کامپیوتر، هر جایی که، یا تلفن، هر جایی که من اونجا میبینید، اگر این دستگاه رو ببندید دیگه صدای من نمیشنوید. اولین تصور بشر این است که از شما بپرسن صدای این آقای آواسی رو میشنوید، میگید نه. چرا؟ برای اینکه صدایی نمی کنه. میگن خب تلفن تو روشن کن. حالا چی میشنوی؟ میگین بله. میگه الان صداش از جایی اومد به تو یا صداش همینجا بود؟ بالاخره قبول میکنید که صداش همونجا بوده، در سرتاسر کره زمین صدای من هست الان. اگر دستگاه داشته باشید، گیرنده داشته باشید، این صدا رو میگیرید. اگر گیرنده نداشته باشید نمیگیرید. از نظر بعضی ها میگن که وقتی ما نمیشنویم یعنی صدایی وجود نداره. صدا وجود داره، شما نمیشنوید. گیرنده تون رو باز کنید، میشنوید. بنابراین صدای عالم مجرد وقتی میخواد در عالم مقید شنیده بشه گیرنده لازم داره. اسم این گیرنده هست رسول، که اصل رسالتش چی نبود؟ چون رسولی اسم عامه، هر کاری که خدا به بندش میگه دستور بده انجام بده میشه رسالت. همیشه هزاران هزار رسالت وجود داره. یکی از این رسالت ها نبوت، مربوط به پیام گرفتن و پیام دادن و ابلاغ کردن و تلاوت کردن میشه. اون رو در مورد رسول اکرم ازش اسم میبره قرآن، که وقتی میگوید که اطیع الله، از کلام خدا اطاعت بکنید، به وسیله اطاعت از کلام رسول. رسول شغلش چیه؟ رسالتش چیه؟ رسالتش نبوتشه. در نبوت چی ظاهر میشه؟ کلام. رسول اکرم در واقع شخصیتی است یا نیرویی است یا پدیده است یا عنایتی است یا معجزه است که صدای عالم مجرد رو در عالم مقید مفهوم میکنه. وقتی که وحی و صدای خدا، کلام خدا از عالم مجرد شروع میشه به عالم مقید میرسه، به این تحول میگویند که انزال، نازل میشه. در واقع چی با خودش نازل میکنه؟ اون وحی رو. وحی یعنی صدای زنده خدا، وحی یعنی صدای زنده
خدا. خدا حیه و زنده است و هر چیزی که از او میرسه، کلام خدا یکی از عجیبترین و پیچیده ترین فلسفه های خلقته که هیچ وقتی این آفریده و این مخلوق نه از خدا جدا میشه نه بیجان میشه، یعنی حیات خودش رو هرگز از دست نمیده، همیشه حی هستش، زنده است. و به همین علت به او وحی میگویند، یعنی پیام زنده، پیام زنده و متحول و در حال گردش و در حال حرکت، یعنی یک حیات دینامیک. این وحی روی جاده، روی مسیری به نام انزال سوار شده و میاد در نقطه تنزیل در ذهنیت نبی جا میگیره و نبی مثل یک گیرنده این موج و صدا رو میگیره و این امواج، امواج چی هستن؟ از جنس برق هستن و آهنربا دیگه، الکترومگنت هستن دیگه، ولی چیز دیگه‌ای که نیست در فضا. وقتی که این گیرنده این امواج رو میگیره و تبدیل به صدا میکنه و بعد این صدا از دهان او خارج میشه، این صدا صدای خداست که در تنزیل تشکیل کلام بشری میده که ما بشر بتوانیم اون کلام رو بفهمیم و بشنویم. اطیع الله، اطاعت کنید از الله، اطاعت کنید از کلام الله. به وسیله اطاعت از کلام رسول در مقام نبوت، اطیع الله، اطاعت کنید از کلام الله، اطاعت کنید از وحی الله، اطاعت کنید از انزال الله. انزال الله رو کجا پیدا بکنم؟ در دهان بشری که تبدیل به نبی شده. این نبی بالاخره مبنای ساختمان وجودیش یک آدمه. از اون آدم اطاعت کنم خدایا؟ نه، اون شرکه. اگر اینطور بود که میگفتم از محمد اطاعت بکن، اصلا تمام میشد داستان. گفتم ما از این شخصیت نبوی اطاعت بکن. کار نبی چیست؟ نبی چه میگوید؟ نبی از خودش صحبت میکنه؟ پیامبر در مقامی که وحی داره به این وارد میشه و وحی وارد شده رو داره بیان میکنه، یعنی تبدیل شده به یک میدیوم، تبدیل شده به یک واسطه. خودش هم حرف میزنه اون وسط، هم خدا حرف میزنه از دهان نبی، هم خود محمد از دهان خودش حرف میزنه همزمان. این کلامی که بیرون میاد ما نمیفهمیم که کدومش خدا گفته، کدومش محمد گفته. آیا این برداشت شما از محمد دارین؟ یا محمد محکوم به سکوت کامله به صورت یک جسم بی اختیار و فقط دهان خودش رو در اختیار خدا گذاشته، وحی به او وارد میشه از دهان او خارج میشه؟ بله، اگر غیر از این بود که همه قرآن یک سر باطل میشود، معلوم نبود حرف اونه یا حرف محمد یا حرف خداست. همه این قرآن حرف خداست. چرا؟ برای اینکه وقتی دهان محمدی تبدیل به دهان نبوت میشه، اون چه که از دهان نبوی خارج میشه ربطی به محمد نداره، همش کلام خداست. اطیع الله یعنی اطاعت کنید از کلام خدا. کلام خدا رو کجا پیدا کنید؟ تو دهن نبی. تو دهن نبی که ما نمیشنویم. چرا؟ گوش بده وقتی تلاوت میکنه و ابلاغ میکنه میشنوه. بنابراین اطیع الله و اطیع الرسول یعنی گوش بده که نبی خدا چه میگوید، هر چه میگوید اون کلام خداست، از اون کلام خدا اطاعت بکن. این تفاوتی است که بین نبی و بین رسول وجود داره. این است که در مطلبی که فرمودند جناب شکور وزیری، مگر یک قسمت گفتار جناب عالی با آیه مبارکه که هر کسی که
از رسول اطاعت کند، از الله اطاعت کرده است و چقدر همین جمله قرآن، این آیه قرآن کامل است و خود همین آیه معجزه است. واقعا گفتار من با این بیان قرآن در مغایرت است. ایشان فرموده زیرا پیروی از پیامبر در حقیقت پیروی از الله است. 100% درست می‌فرمایید. از پیام بر، از کسی که پیام می‌برد، از پیام اون پیامبر. آقای وزیری اینطور نیست؟ از پیام، پیام اون پیامبر مالی چیه؟ آقای وزیری پیام اون پیامبر مال کی هست؟ مال جسم اون پیامبر است، یعنی مال جسم محمدی است. این پیام مال کیه؟ اونجاست که یک کمی مشکل رو باید حل کرد که این دوتا پیام ها، محمد از خودش هم پیام داشته، سراسر وجودش خدمت بوده، سراسر وجودش حرف حسابی بوده، سراسر وجودش تعلیم و تربیت بوده. ولی آیا قرآن میگوید که از اون پیام ها اطاعت بکنید؟ اطیعوا الله، اطاعت از خدا. مثلا اگر پیامبر، فرض کنید که در مورد موضوع اخلاق سخن میگفته و اعلام کرده که این آیه قرآن نیستان، من به عنوان محمد نه به عنوان نبی میخوام امروز بچه های کلاس مدرسه راجب بهداشت با شما صحبت بکنم، راجب امانت با شما صحبت بکنم، راجب صداقت صحبت. اینا که حرفای بدی نیست که. آیا ما از اینها باید اطاعت بکنیم؟ قطعا نه. چرا؟ نه به این خاطری که این حرفا درسته یا غلطه، به این که این حرفا، این همه تو دنیا آدم دانشمند وجود داره که در بسیاری از دانش‌ها از محمد جلوتر هم بودن. اشکالی که در مورد محمد پیدا میشه این شخصیت دو جانبه‌ای که داره که اینها رو با هم مخلوط میکنه. شاید یکی از بزرگترین متفکرین عالم اسلام عمر فاروق در این کار بسیار بسیار اندیشه توانایی داشته و او این تفاوت رو حس کرده. در زمان او هم حدیث و اینها رو می‌خواستن وارد بکنن و حدیث و روایت و در واقع اون چرا که او میگفته، حالا به زبان اون روز نه به زبان امروز، تفکیک شخصیت نبوی از شخصیت محمدی است که میگفته اگر هم شخص محمد سخنانی گفته که ارزشمند است، که حتما هم ارزشمند است، ولی قابل مقایسه با کلام خدا نیست. و الان در این دورانی که ما مشغول ساختن و بنا کردن استحکامات اسلامی هستیم از نظر معنوی، وجود سخنان آدم، سخنان شخص در مقابل سخنان الله ایجاد اختلاطی می کند، ایجاد اختشاشی می کند که قرآن را از حالت خلوص و مقدس بودن خارج می کند و این مرزهایی که بین کلام خدا و کلام بشر وجود داره این مرزها رو فرو می‌افکنه و باعث میشه که در آینده ما نفهمیم که این قرآن که نوشتن، حرفای محمد هم داخل این قرآن نوشتن، حرفای محمد جدا نوشتن. و چون قرآن رو خداوند گفته که من حفظ میکنم، ولی فرمایشات حضرت محمد رو قرآن نگفته من حفظ میکنم. و بعد هم ما چون معتقد هستیم که قرآن اکمل هست و اتم هست، لزومی به فرمایشات پیغمبر برای ادامه دین توحیدی اسلامی نمی‌بینیم و فرمایشات ایشان در قالب فرمایشات یک انسان قابل توجه و قابل برداشت و قابل رسیدگی به عنوان یک انسان، شخصیت تقدس و انحصار و الوهیت باید از کلام همه انسان ها من جمله محمد برداشته بشود و ما از نظر شرع مقدس اسلام
نباید از کلام هیچ کس در مقام کلام خدا اطاعت بکنیم و اساسا هر کلامی رو حتی قرآن رو ما عقل و منطق باید بسنجیم و قبول بکنیم. ضمن تقدیر از فرمایشی که جناب وزیری مطرح فرمودن، و این فقط فرمایش ایشان نیست، میلیون ها نفر همین سوال و همین جستجو رو دارن، امیدوارم این توضیحی که داده شد بتواند که تا حدود این موضوع تقریبا گلالود شده رو آشکار و روشن بکنه و کسانی که دوستداران و محب شخص محمد هستند اینها بتوانند که در این جامعه‌ای که اونها رو مرتب مورد اتهام قرار میده بتوانند که در این جامعه نشان بدهند که حقیقت وجود اونها چیست. شما بارها از من شنیدید که من واژه محمد رو استفاده میکنم بدون اینکه اون حکم قرآنی رو ان الله و ملائکته یصلون علی النبی اون آیه رو و امری که در اون آیه وجود داره در مورد ایشان به کار ببرم، و اکثرا هم به من ایراد میگیرن که چقدر بی ادب و بی تربیت هستی و با اصول قرآن آشنا نیستی، مگر قرآن به تو دستور نداده که هر وقتی که اسم محمد برده میشه صلوات بفرستی و درود بفرستی؟ چرا این کار رو نمی کنی؟ بی ادب به من میگی. و ما البته چون ما مردم سر جنگ نداریم که، و واقعا میدونیم که این آدم ها با همین مصالح شرک ساخته شدن، دینشون دین شرکه، جز شرک چیزی به اینها نیاموختن. چند نفر از ما دینمون از قرآن یاد گرفتیم؟ چند نفر از ما قبلا دین شرک یاد گرفتیم بعد این دین شرک رو به قرآن تطبیق دادیم؟ اول مشرک شدیم بعد به قرآن آمدیم، و اینکه خودمون رو تسلیم قرآن نکردیم، قرآن رو تسلیم خودمون کردیم، قرآن رو مطابق میل خودمون تیلر کردیم، آلترایت کردیم، دوختیم، معین کردیم که زیبنده تن ما بشه. اطیع الله توحید، اطیع رسول فهمیدم. رسول یعنی چی؟ رسول یعنی محمد. ای وای بر ما، ای وای بر ما اگر موضوع به این مهمی که موضوع مرگ و زندگی است، موضوع شرک و توحیده، خدا اینقدر معرفت و عقل نمی داشته نفهمیده این موضوع مهم رو روشن بکنه. اطیع الله و اطیع محمد تمام شد. یک جا در قرآن پیدا بکنید که راجع به اطاعت از محمد در قرآن حکم صادر شده باشه بدون اینکه به سمت او اشاره کرده باشه. اطاعت از سمت اوست یا اطاعت از شخص او؟ شخصی که کراراً در قرآن مورد انتقاد قرار گرفته، در قرآن وقتی که او رو مورد عتاب و خطاب قرار میدهد، همین محمد رو در قرآن مورد عتاب و خطاب قرار میدهد، ایراد به او میگیرد. به تو طرفدار سرمایه‌دار هستی؟ طرفدار جلال و جلال شکوه هستی؟ طرفدار این هستی که همه تو رو به فرعون نگاه بکنند؟ چرا محاکمه میکنه قرآن رسول رو، نبی رو؟ نه نه، همین محمد رو، همین محمد رو خدا محاکمه میکنه. داری سخنرانی میکنی در مجلس، حالا یه کوری وارد شده، آره پاش کثیف بوده، لباسشو نشسته، آروغ زده، حرکت دیگری کرده، پاشو گذاشته روی استکان چای، یا بلند حرف زده، یا نفهمیده جناب علی سخنرانی میکنید، یه چیزی هم گفته، سلام علیکم، همه خوب باشید انشاءالله، یا الله جایی هست خالی ما بنشینیم، از اینجور حرف هم زده. چی عصبانی شدی؟ چه حقی داشتی محمد که تو عصبانی میشه؟ قرآن است دیگه، سخن من که نیست که. یه چیزی هم را بود گفته، اعتراضی چیزی هم به اون کوره بدبخت کرده، توهینی هم بهش کرده. آیا این کلام محمد هم کلام خداست یا نیست آقای وزیری؟ کلامی که خطای محمد رو نشان میده بنا به گفته قرآن، که نسبت به یک کور بیچاره ای کرده،
این کلام نبوت است یا کلام محمد است؟ به شرافت و قضاوت خودتون وامی‌گذارم. و آیا ما موظف هستیم که اطاعت از کلام این شخص رو در مقام محمدی معادل اطاعت از کلام الله قرار بدیم؟ این دین قرآن به نظر شما؟ این توحید به نظر شما؟ یا ما باید بیاموزیم و شخصیت محمدی را از شخصیت نبوی او جدا کنیم؟ و اگر چنین کردیم به توحید رسیدیم. یکی از مطالبی که اگر که پیام فوری برای ما رسیده که در نتیجه حمله انتحاری در داخل کورس آموزشی موعود در مربوطات حوزه 18 پلیس کابل 25 تن کشته شده و 35 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که اکثریت قربانیان این حادثه دانش آموزان هستند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است، ولی رویدادهای قبلی و مشابه در این ساحه را گروه داعش به دوش گرفتند. مطالب دیگری هم البته مرقوم فرمودن در این خبرهایی که از سایت رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد، یکمشین رادیوی آزادی اسمش هست که این اخبار رو منتشر کرده. خواستم که اینها رو با شما مطرح کرده باشم. پیامیست که یکی از دوستان و سروران ارشمند برای ما ارسال فرمودند. در آقای وزیری فرمودند که ممنونم از توضیحات جناب شما، و اما الله سبحان مقام پیامبر بزرگوار ما را الگوی قابل پیروی معرفی نموده، یعنی محمد را اسوه برای حسن و محاسن او گفته است و ما مکلف به پیروی از اعمال کردار و گفتارشان هستیم، زیرا الگو معرفی شدند. در این مورد چه می‌فرمایید؟ الگوی رفتاری پیامبر فقط از دیدگاه اطاعت او و عبادت محض او در مورد کلام خدا، یعنی قرآن این حقیقت رو روشن کرده که مقام نبوت رسول اکرم هیچ امتیازی به محمد نمیداد. ملاحظه بفرمایید، خدا با دو تا شخصیت در اینجا کار داره، به شخصیت نبوی محمد بزرگترین امانت ناموس خودش رو خدا به آیات خودشه به اون نبی امین میده، به اون نبی امین خدا بزرگترین داشته های ناموسی خودش رو در دست او میگذاره، چون این نبی، این پیامبر می تواند که اگر امانت الهی نمی داشت، اگر امانت نبوی نمی داشت، هر چه آیه به اون می رسید واژگون می کرد، مثلا یک دین دیگری می ساخت، یک دین شرک می ساخت، از خودش شروع می کرد تعریف کردن. همین آیه‌ای که خواندم که قرآن سرزنش می کنه و رو محاکمه می کنه که اخم و تخم چرا می کنی؟ رفتی سخنرانی داری می کنی؟ حرف بزن حرف بزن، اخماتو چرا تو هم می کنی؟
صدات رو چرا غضبناک میکنی؟ چی میخوای از جون مردم؟ طلبکاری تو از مردم؟ مگه تو خادم مردم هستی یا حاکم مردم هستی؟ مگه این بازخواست رو در قرآن از همین محمد نمیکنه؟ و شرافت این مرد، شرافت این نبی در جایی است که تمام اون چرا که به او انتقاد وارد کرده، اصلا اعتبار محمدی او رو در جامعه متزلزل کرده. هر کس غیر از او بود نمیخواند این آیه رو، میگفت به من وحی نرسیده، تمام شد. مجسم بفرمید، اصلا میگفت به من وحی نرسیده که من بخوانم یا نخوانم، اصلا میگذریم از روش، رد میشه، تمام میشد. این چیزی که کیفرخواست خداست بر علیه محمد خوانده. چرا؟ چون امین بوده. این شخصیت نبوت اوست. اینها رو قرآن میگه ازش یاد بگیرید. این اسفه بودن و این اسفه بودن به این خاطر است که رفتار او باید مدل ما باشد. ما رفتار او رو در کجا پیدا میکنیم؟ باز این سوال مطرح میشود. رفتار محمدی رو ما پیدا میکنیم؟ آیا منظور قرآن این است که از کلام محمد اطاعت نکنید؟ چون اگر از کلامش اطاعت کنیم، که توضیح دادم در عرایز قبلیم که اطاعت از محمد برابر شرک است، تردید نکنید در این کار، یعنی کلام محمد رو در کنار کلام الله قرار دادید. می توانید که کلام نبی رو در کنار کلام خدا قرار بدید، نه کلام محمد رو. این جدا کردن اینها در ذهن ما یه قدر عادت میخواد و تمرین میخواد که اینها یکی نیستن. اما حالا ما از محمد اطاعت نمی کنیم، نه لجبازی بکنیم، اطاعت همراه با اطاعت الله نمی کنیم. اطاعت از الله یه چیز دیگه است، اطاعت از محمد یه چیز دیگه است. اطاعت از سعدی و حافظ و چه می دونم مولوی و صاحب تبریزی و ابن عربی و اینها، خب اطاعت از اینها می کنیم، می خونیم، یاد می گیریم، می پسندیم، قبول می کنیم راه اینها رو. حالا اسمش اطاعت، اسمش توافق، هر چی که می خواد باشه. اما موضوع دوم، غیر از اینکه ما از محمد اطاعت نمی کنیم، این است که آیا اون اسوه هست یا نیست؟ آیا اون مدل و نمونه هست یا نیست؟ حتما هست، اما این مدل و نمونه محمد نیست. این الگو و نمونه نبی هست، نبویتی است که از این محمد ساخته شده. او باید اسوه ما باشه، او باید چیزی باشه که ما باید سعی کنیم شبیه اون بشیم. یعنی در واقع اسوه بودن مقام نبوت در واقع به بیان دیگری تأکید اطیع الرسول هست. یکی از جلوه های اطاعت از رسول اسوه قرار دادن و الگو قرار دادن اوست. چه کسی؟ آیا همین محمدی که موقع سخنرانی در مجلس به ورود یک کور و عدم احترامی که اون کور به او کرده موجب عصبانیت او می شود؟ یعنی نقصی است که نسبت به او قرآن گرفته دیگه، نیست اینطور مگه؟ اگه ایراد نمی گیره قرآن به او، کاری نداریم که شخصیت نبوی او در حدی است که امانت رو به صورت مطلق، محمد در مقام نبوت شخصیتش مطلق بوده، یعنی این کیفرخواستی رو که محکومیت محمده، اون نبی سند محکومیت این محمد رو در قرآن منعکس کرده. مثل اینکه اصلا این نبی اون محمد رو نمیشناسه که ازش بخواد حمایت بکنه یا نکنه. در این مقدار نبوت استقلال خودش رو داره. میگه الان کیو داره قرآن محاکمه میکنه؟ به کی داره انتقاد وارد میکنه؟ انتقاد کمی هم نیست. داره عدالت محمد رو، فهم محمد رو، مهر محبت رو، قضاوت محمد رو، همه اینها رو زیر سوال برده و محکومش کرده. همین قرآن کرده یا نکرده آقای وزیری؟ آیا این مدل باید اسوه ما باشه؟
یعنی ما هم بعد از این تو هر مجلسی که نشستیم سخنرانی میکردیم، این آقای آقاسی، من گاهی از اوقات میرم این طرف اون طرف، اگر یه کسی عقب عقب رفت، جلو جلو رفت، از در که رسید به خاک نیفتاد، کفشای منو بوس نکرد، من عصبانی بشم؟ یعنی الگویی او بخوام بشم تو مجلس سخنرانی باید این بشم دیگه؟ اینه؟ ببینید، تعصب رو کنار بگذاریم و برای شخصیت محمد تقدس قائل نشیم. نبوت او دارای تقدس بوده، شخصیت بشری او دارای تقدس نبوده، چون آدم کاملی بوده، آدم خوبی بوده، برجسته‌ترین آدم‌های، ولی آدم بوده و اشتباه می‌کرده، مثل همه آدم‌های دیگه، کمتر اشتباه می‌کرده ولی نمی‌توانسته اشتباه نکنه، باید اشتباه بکند، تنبیه بشود، یاد بگیرد، کما اینکه آبرو و حیثیت او رو در قرآن برده. خدا برده یا نبرده؟ بیشتر از این می‌شود که آبروی یک شخص رو در دنیا برای تا روز آخرت، تا روز قیامت برد؟ شما اسم این رو چی میذارید؟ اسم این عدالت الهی است. اما ما چه بکنیم؟ ما با عدالت الهی باید لجبازی بکنیم و بگیم چون ما رو از بچگی اینطور بار آوردن، من رو هم مثل شما همینطور بار آوردن، بالاخره همه ما توی خانواده های مشابهی بزرگ شدیم که شخصیت خدایی بخشیدن به شخص محمد. اشکال از اونجا برمیخیزه. ما با تربیتی که شدیم، تربیت اسلام تاریخی رو ما پذیرفتیم. حالا ما اگر بخوایم وارد بشویم که اگر ما اعمال محمدی رو بخوایم الگوی خودمون بکنیم، فرض کنید که اصلا محمد مقام اکمل باشه، که از این بهتر میخواید؟ این آیه های قرآن هم همه دروغ باشه، قرآن اصلا ایراد نگرفته باشه به اون. اگه قرآن از او سوال نمی کنه که محمد بچگیات یادت میاد؟ چه بدبخت بودی؟ چقدر محرومیت کشیدی؟ چنین بودی، چنان بودی؟ مگه این آیه قرآن نیست؟ یادت نره این کارها؟ یادت نره که یتیم بودی، چه روزگار سیاهی داشتی، چقدر محروم بودی محمد؟ نکند، حالا این البته محکومیت نیست، اختاره بود، نکند که اینها فراموشت بشه، نکند وقتی یتیم میبینی یاد یتیمی خودت نیفتی. آیا آدم اکمل رو خداوند این رو بهش میگه؟ حالا کاری نداریم که اینها رو به او میگه که من و شما بشنویم. من به فلسفه عقلانیت قرآن الان دخالت نمی کنم، راجع به اون موضوع بحث نمی کنم، من راجع به واقعیات ظاهری قرآن سخن میگویم که شخصیت محمد نمیتواند در قرآن یک شخصیتی باشد که به صورت مطلق، به صورت مطلق قابل پیروی باشد. یک و دوم اینکه ما هیچ مکانیسم معین و قاطعی نداریم که به فرض محال که ما اعمال پیامبر رو در مقام محمدی، این دوتا رو مرتب ما با هم اشتباه میکنیم، اگر قرار هست که ما مقام محمد رو به عنوان اسوه و به عنوان مدل بپذیریم، رفتار او رو در مقام محمدی باید بپذیریم، اون وقت ما هیچ مکانیسم مطلق و مطمئنی برای دستیابی به این کارها و روش و اعمال و رفتار و حرکات و سکناتی که این الگو می کرده، ما هیچ مستندی نداریم که قاطع باشه و بدون بحث و گفتگو باشه، چون ما در رسیدن به همین الگو، مگر در تاریخ‌های مختلف ننوشته که این پیامبر، این پیامبر، اصلا صحبت محمد نیستان، یه پاشون یک درجه بالاتر گذاشتن، از محمد به پیامبر رسیدن. فرض کنید که حالا یک درجه هم تخفیف میدیم، میگه نه پیامبر این کارهای بدو نمیکرد، این همین محمد بوده، در جنگ این کارا رو میکرد، تحت تاثیر خدا هم نبوده، تحت تاثیر خودش بوده. در همین اخبار معتبر اسلامی مگر گفته نشده که همین شخص به قدری شهوتران بوده
من به صحت و سقم اشکالی ندارم، میخوام به نبودن و به غیبت استناد تکیه بکنم که چطور خدا میتواند حواله ما رو به الگویی بکند که سر و شکل این الگو مشخص نیست، ما رو و شما رو حواله بدهد که از این الگو تقلید بکنید که اصلا این الگو شکل قاطعی در تاریخ نداره و خودش ما به تنازع هستش، در موردش جنگ هستش که این کی بوده. شخصیت شخص محمد رو صحبت میکنه که آقا در جنگ وقتی که شوهر این زن رو میکشه، نمیخوام الان ایراد بگیرم به اون مورخ، نمیخوام طرفداری بکنم، اما این اگر جنگ بوده به اون آقای مورخ و به کسانی که اون تاریخ رو توجیه میکنند و به مردم تزریق میکنند، عرض میکنم که چطور جنگ بوده که زنش هم همراه خودش رو ارده، با همدیگه میجنگیدن، در جنگ میدانی بوده یا در جنگ دسیسه‌ای بوده، یعنی تو میدان اومده بودن میجنگیده با شمشیر در مقابل پیامبر، همسر 14 ساله 18 ساله 12 سالش هم همراهش بوده، عزیز دلش، یه دستش دست زنش رو گرفته بوده، به دستش هم شمشیر میزده دیگه، بعد کشته میشه. به محض اینکه کشته میشه، در همون تاریخ های معتبر 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 برای شما میخوانم که بلافاصله پیامبر اونچنان دچار شهوت میشه که دستور میده دور چادر بزنن که کسی نبینه و همونجا عمل جنسی انجام بده با اون دختر بچه یا با اون زن اون کسی که مرده بوده یا هرچی شده بوده. بدون اینکه من الان در این برنامه اظهار نظر بکنم که چه عواملی این خبرها رو درست کردن، چرا درست کردن، از کدام دین اینها وارد شده و بسیار توضیحات دیگر، توضیح دارم برای اینها، خوب هم مسلط هستم و مطلع به انگیزه این کارهای خرابکاری، اما سخن من چیز دیگری است. سخن من این است که آیا خدایی که ما رو موظف میکنه به تقلید کردن و به دنبال کردن و تبعیت کردن از الگوی یک شخصیت، آیا این خدا نباید انقدر توانایی داشته باشه، انقدر شعور داشته باشه و انقدر منطق داشته باشه؟ ما راجع به خدا داریم صحبت میکنیم، خدایی که گفته این محمد رو الگو قرار بدید، نه گفته محمد رو، نبی رو گفته الگو قرار بدید. حالا اگر گفته که این محمد رو الگو قرار بدید، بعد باید اقلا یک راهی برای ما معین بکنه که ما ببینیم این الگو چیست، یا نباید بفهمیم این الگو چیست. آیا در این تلاطم تضاد اندیشه ها باید ما را قرار بده که ما به یک سو نگاه بکنیم که آیا این پیامبر متجاوز به زنی بوده که الان شوهرش رو کشته در میدان جنگ، ما به این محمد نگاه بکنیم، یا به محمدی نگاه بکنیم که از سن 24 سالگی تا 54 سالگی با یک آدمی در سن مادر بزرگ خودش زندگی کرده و چشمش رو به روی نامحرم باز نکرده؟ کدوم یکی از اینها رو قبول بکنیم به عنوان الگو؟ سخن من با خدا با محمد نیست و اعتراض به اون نیست، سخن من اعتراض به خداست اگر چنین چیزی وجود داشته باشه و اگر مفهومی که شما برداشت کردید از این تعالیم قرآنی تبعیت از یک انسان باشه در مقام انسانیش، که تا اینجام به حکمت خدا فضولی نمی کنم، نیست البته چنین چیزی در قرآن، ولی فرض کنید که باشه، حالا ما می خواهیم که از این محمد از شخصیتش اطاعت بکنیم، الگو قرار بدیم دیگه، آیا این خدا نباید که یک راهی، یک مسیری برای استناد به معرفت و شناخت این الگو برای ما فراهم بکنه، یا ما رو باید در این دست اندازهای تاریخی قرار بده که هر کس از جاش بلند شه؟ همه اینا آدمای معتبرن، اون یکی بخاری، اون یکی طبری، اون یکی نمیدونم ابن اسحاق، اون یکی زغنبوت، همه اینا هستن دیگه، که هر کدوم از اینها یک چیزی در مقابل پیامبر گفته باشن، در مقابل محمد گفته باشن.
و خدا ما رو چنان سردرگم کرده باشه که اقلا ما میخوایم بریم از این الگو حمایت بکنیم، از این الگو اطاعت بکنیم، از این الگو تابعیت. خدا به ما گفته شما فرض کنید که از اینجا برید به کابل و میخوایم حرکت بکنیم بریم به کابل، از هر کی میپرسیم کابل کجاست، هر کدوم یک طرف به ما نشانه میدن و ما در بیابان ماندیم و سرگردان شدیم و نقشه‌ای که خدا به ما داده نقشه‌ای است که یک طرفش میره به شمال، یک طرفش میره به جنوب و ما در بیابان سرگردان شدیم، همش هم دنبال کابل هستیم، هرگز هم به کابل نمیرسیم. از یکی میپرسیم کابل کجاست، میگه پشت بغداده. از یکی میپرسیم کابل کجاست، میگه پایتخت چینه. آیا این توضیحاتی که ما برای رسیدن به الگوی محمدی در اختیار داریم با این مثال تطبیق میکنه یا نه؟ برای اینکه پاسختون رو داده باشم، اولا من خیلی احترام میذارم به این مبحثی که شما، به هیچ عنوان اینا سوالای خصوصی نیست، اینها اگر حل بشه از ارزش تعالیم قرآنی من مهمتره. این سوالات حساس شما فوق العاده من برای شما احترام قائل هستم و واقعا در مقابل شما سر تعظیم فرود میارم برای این سوال هایی که اگر این گره ها باز بشه و اگر این نکات حساسی رو که شما اشاره کردید باز بشه، خدا رو به خدایی خودش شاهد میگیرم و به این کتاب عزیز سوگند میخورم که ما مسلمان ها در دنیا دوچار انقلاب فکری میشیم و خدا رو گواه میگیرم که از این شرک خفی و گهگاه شرک جلی رها میشیم و این دین صلح و دوستی و این دین مدرن و این دین پیشرفته و این دین حیرت آور در اجرای عدالت و احترام به بشریت و احترام به دیگران و دینی که برای ما آزادی عمل، آزادی عقیده، آزادی فکر و اندیشه و ایجاد محیطی پر از امنیت برای همه افکار و حقاید موافق و مخالف ایجاد میکنه که خود تعالیم قرآن حیرت آوره و به سهم خودش اعجازه. ما برای رسیدن به اون اسلام و کنار ایستادن از شرک، ارادت به هر کسی شما میتوانید ارادت داشته باشید. البته که محمد پدر معنوی همه ماست، البته که ما به شخصیت محمدی، شخصی به نام محمد به نحوی که از نبوت او در قرآن نام برده، هم حمایت میکنیم، هم برای او احترام قائلیم، هم در مقابل عظمت و در مقابل فداکاری و در مقابل شاخص بودن او سر تسلیم و سر تعظیم فرود میاریم. در مقابل امانت او در مورد نجابت او در مورد جانبازی او صداقت او مقاومت او من تصور میکنم که به هیچ عنوان ما کوچکترین کمبود احترام و قبول شخصیت والای حضرت محمد رو نداریم. اما سخن بر سر این است که ما بین محمد و بین نبی باید تفاوت آشکار قائل بشویم. اون چیزی که به نظر من در قرآن به اسف بودن و الگو بودن او اشاره می کند مقام نبوت ایشان است و از اعمال و رفتار نبوی ایشان که قاطع است، تردید درش وجود نداره. محمد چه می کرده چه نمی کرده، همین هایی که گفتم و خیلی چیزهای بدتر و بهتر از اینها در مورد ایشان هست. از هر دو طرف غلوف شده و آدم های معتبر هم غلوف کردند. اما در مورد شخصیت نبوی ایشان، چون تنها محدث که حدیث نبوی رو تعریف میکنه قرآنه، شخص تعریف نمیکنه، رفتار نبوی او رو قرآن تعریف میکنه
و گاه گاهی قرآن رفتار محمدی او را هم تعریف می کند. یعنی قرآن به عنوان یک محدث هم حدیث محمد رو می گوید و هم حدیث نبی رو می گوید. وقتی حدیث نبی رو می گوید، نبوت او در اوج اطلاق کامل اکمل است، تردید اصلا درش نیست. یعنی شخصیت نبوی رسول اکرم شخصیت خدایی است، محدود به تلاوت آیات خدا، نه در چیز دیگر. چون نبی یک رفتار بیشتر ندارد، نبی چند رفتار ندارد. رفتار نبی یعنی امانت داشتن نبی، دریافت وحی، عدم تغییر در وحی، حفظ امانت در وحی، صدور و ابلاغ و تلاوت وحی. این تنها رفتاری است که نبی داره. رفتار دیگری نمی کنه. رفتار زیاد می کرده محمد، ولی رفتار نبوی غیر از این نیست. یعنی میگیم وقتی که اون کار تمام شد، دستور داده در قرآن که فرض بفرمایید که در مقابل کفاری که به شما حمله می کنند دفاع کنید، و نبی این فرمان رو از خدا دریافت کرده در قرآن. وحی تمام شده، کتاب رو بسته، کفار حمله کردند. آیا نبی رفته به جنگ در دفاع؟ خوب به سوال من توجه بکنید، میخوایم رفتارش رو تجزیه تحلیل بکنیم دیگه. آیا نبی رفته جنگ میکنه و دفاع میکنه یا محمد؟ کدام یک دفاع میکنند؟ آیا نبی، اگر بگوییم که نبی میره دفاع میکنه، نبی یعنی دریافت خبر میکنه دیگه، نه دریافت پیام میکنه. این داره میجنگه، کجاش پیام دریافت میکنه؟ پیام دریافت کرده، به محمد میگوید که تو اولین کسی باش که از این نبی، محمد تو اولین کسی باش که اطیع الرسول میکنی، محمد، محمد تو اولین کسی باش که اطیع الرسول میکنی، اطاعت از رسول میکنی، محمد تو، محمد اطاعت از رسول میکنی. چطور اطاعت میکنی؟ رسول گفته چی؟ گفته در مقابل کافری که به شما حمله میکنه مقاومت کنی. کی بلند میشه اطاعت میکنه از این کار؟ محمد به عنوان اولین کسی که مطیعه، به عنوان اولین مسلم، از این فرمانی که خدا به رسول صادر کرده، این اولین کسی است که اطیع رسول میکنه، این محمد، و میره و مقابل دشمن میسته و مقاومت میکنه. این رفتار محمدی است، این رفتار محمدی است، رفتار نبوی نیست. نبی یک رفتار بیشتر نداره، دو جور رفتار هم نداره، یک رفتار نبی داره و او اطاعت از امر خداست در حفظ اصالت و امانت پیام خدا. همین تمام میشه. یعنی از خودش چیزی داخل پیام خدا نکنه، به زبان ساده تر. این الگوی کارش. و در قرآن به ما گفته است که شما از این رفتار، این رو الگوی خودتون قرار بدید. یعنی جسارت، استقامت و صداقت نبوی رو، صداقت نبوی رو، امانت نبوی رو، استقامت نبوی رو. شما اگر که به اطاعت نبوی توجه بکنید، جمله کوتاهه ولی 6400 پله داره. همینقدری که میگه اطاعت بکنید از نبی، یعنی اطاعت بکنید از کلام نبی. کلام نبی یکی دوتا نیست، 6400 خورده کلام گفته، هر کدومش هم یک دستوره. یعنی یک مرتبه 6400 امریه بالای سر شما میاد که اینها رفتار نبیه. اینها رو میگه اسوه قرار بدید، اینها رو میگه الگو قرار بدید. باز هم من سپاس فراوان دارم از محبت فوق‌العاده شما. ایشان اگر اشتباه نکنم اسوه حسنه قرار دادن پیامبر بزرگوار ما
به حیث الگو خواست و نظر ما نبوده، بلکه این آیه از کلام الله مجید است که باید توجه نمود. تصور میکنم این سؤال قبلی ایشان بوده که بعد کاملتر فرمودند. در اینجا همونطور که اشاره فرمودید، اسوه حسنه پیامبر بزرگ وار ما در قرآن دستور داده شده، نه اسوه حسنه شخص محمد. شما اگر در قرآن چیزی پیدا میکنید که اسوه محمد مستقل از نبوت ایشان در قرآن آمده باشد، اون رو میشه که در موردش بحث کرد. ولی در اینجا که اشاره فرمودید، من با شما اختلاف نظری ندارم در اینکه ما پیامبر بزرگوار رو اسوه قرار بدهیم، و همونطور که اشاره فرمودید این انتخاب ما نیست، این امر خداست. اما همونطور که توضیح دادم، اسوه پیامبر نه محمد. مطلب دیگری که بینندگان ارجمند مطرح فرموده بودند که بعضی از آقای کاظم صحرایی مرقوم فرمودند که ممنون خدمات شما می باشم، اینی که خوندم برای شما، ولی به هر حال من از آقای وزیری خیلی ممنونم که این موجب گشایش این بحث شدند. در پیام دیگری ایشان مرقوم فرمودند که همین نبوت بود که در وجود پیامبر بزرگوار ما حلول نموده و جناب ایشان را رحمت العالمین خطاب نموده است، زیرا ایشان خاتم نبوت بوده و خودش الگو باقی مانده. در این بیانی که مطرح فرمودند، فرمودند که نبویت در وجود پیامبر حلول نموده. یعنی چطور حلول نموده؟ یعنی این پیامبر همیشه نبی بوده؟ نبی یعنی گیرنده و دهنده. فارسیش بکنیم که اشکالاتمون برطرف بشه. نبی یعنی خبرگزار. مثلا هیچ معنی دیگه ای نمیده. ریشه نبع یعنی خبر. نبی یعنی خبر دادن، خبر دهنده، عذر میخوام، یعنی خبر دهنده. نبوت یعنی خبر دادن. نبوت یعنی خبر دادن. نبی یعنی خبر دهنده. نبع یعنی خبر. حالا شما میفرمایید که همین خبر دادن، همین نبوت بود که در وجود پیامبر، پیامبر یعنی نبی، یکی فارسی یکی عربی نباید در شما ایجاد اشکال بکنه، همین خبر دادن بود که در وجود خبر دهنده بزرگوار ما حلول نمود. به جمله خودتون توجه بکنید، همین خبر دهندگی بود، ابوت خبر دهندگی، که در وجود خبر دهنده بزرگوار ما حلول نمود. منظورتون از جمله دوم خبر دهنده بزرگوار، خبر دهنده بزرگوار محمد است یا نبی است؟ اگر محمد است، یعنی نبوت در وجود محمد حلول کرده. یعنی چه حلول کرده؟ یعنی چه کرده که حلول کرده؟ یعنی او رو تبدیل کرده به نبی، یا نبی رو تبدیل کرده به محمد؟ هیچ کدام از اینها نیست. هیچ چیز در هیچ چیز حلول نکرده. قرآن ابداً اسم حلول نمی آورد. قرآن از واژه حل که مصدر حلول باشد که شما استفاده کردید، قرآن اصلا استفاده نمی کند.
قرآن از ریشه بعث استفاده می کند، به عین و سی سنخته برانگیختن. او کسی است که از بین خود شما کسی که جزء امیین محسوب می شد، یعنی صاحب کتاب نبود، کتاب نویس نبود که این قرآن رو تقلب کرده باشه و نوشته باشه، منظور اونه که نه اینکه بی سواد و با سواد باشه، اونو نمیدونم بوده یا نبوده، ولی امی به معنای این که هم همریشه شماست، هم دانشمند ادبیدان کتاب نویس شاعر مطبوع نبوده، آدم معمولی بوده. او کسی است در سوره جمعه میگوید که برانگیخت از بین شما کسی را که نگفته که مقام حلول درش به وجود آمد. حلول به معنای عرفانیش اگر نگاه بکنید معنی اتحاد میده، یعنی نزدیکترین معنی که به وجود میاد معنی اتحاده، یعنی که نبوت با محمد متحد میشن با هم دیگه. هرگز چنین چیزی نبوده، هرگز چنین چیزی نبوده. خداوند میگوید که این رسول منه، یعنی رسالت به او دادم. به کی؟ به محمد یک رسالت دادم، مأموریت دادم، شغل دادم به او، شغل که با آدم محلول نمیشه، شغل که جزوی از آدم نمیشه. بگن این آقا چه کار است؟ این آقا دادستانه یا قاضیه؟ بعد بگن قضاوت در وجود او حلول کرده. این آدم همیشه قاضی نیست، این آدمی که در محکمه نشسته اونجا نشسته میگه این آدم رو اعدام بکنید، برای این کار آخر ماه 6,000 دلار، 5,000 دلار، 4,000 دلار، تو آمریکا باشه 15,000 دلار، 15,000 دلار بهش پول میدن که بگه این آدم رو بکش. خوب توجه بکنید چی عرض میکنم. چرا؟ برای اینکه او رو بعثت کردن، او رو برانگیختن. البته انتخاب میکنن، اونا بر نمیانگیزن، ولی انتخابش کردن که شما قاضی باش. در چه شرایطی قاضی باش؟ در محیط خاصی که اون شرایط برش حاکمه، بین 8 صبح تا 4 بعد از ظهر باید باشه، در دادگاه باید باشه، وکیل باید باشه، متهم باید باشه، منشی باید باشه، چنین باید باشه، چنان باید باشه. یک کدام از اینها کم باشه میشه آدم عادی، قاضی نیست. ساعت 4 بعد از ظهر میشه، 3 بعد از ظهر گفته حسن رو بکش، 2 بعد از ظهر گفته حسین رو بکش، 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر گفته عمر رو بکش، ابوبکر رو بکش، عثمان رو بکش، علی رو بکش، همه اینها رو بکش. گفتن چشم، حکم دادگاهست، یکی بردن همه اینها رو کشتن. 4 بعد از ظهر میشه میاد بیرون از دادگاه، سوار اتومبیلش میشه میخواد بره خانه، پسرش هم توی اتومبیل پروش نشسته، یک ماشینی میپیچه جلوش پشت چراغ قرمز یا اذیتش میکنه، ناراحت میشه به پسرش میگه، جواد جان میگه بله، میگه برو یکی بزن تو سر این راننده جلویی، خیلی بد رانندگی کرد، من قاضی هم خودم دیگه، من میفهمم که این بد رانندگی کرد، بزن تو سرش. بلافاصله پاسبان میگیره این رو، پلیس میگیره، میگه من قاضی هم، میگه هر کی میخوای باش. چرا زدی تو سر این؟ میگه من نزدم، این پسرم زد، من گفتم. همشونو میبره پلیس و احتمالا زندان میکنه اون شخص رو، قاضی رو. آیا این قاضی شغلش در شخص او حلول کرده؟ یعنی همیشه قاضی هر جا بره؟ اگر بیرون دفتر دادگاه بگی یک نفر رو اعدام بکنین، میگیرن اعدامش میکنن. گوش بدید به من، تعصب رو کنار بگذارید، میگیرن اعدامش میکنن، میگن تو غلط کردی گفتی که کسی رو اعدام بکنن، مرد حسابی. میگه والله من از صبح تا حالا 10 نفر دادم اعدام کردن، تو دادگاه نشسته بودم، فکر کردم خب 4 بعد از ظهر با 4-5 دقیقه من بیرون بودم، طبقه 5 تو دادگاه بودم، از صبح تا حالا همش حکم اعدام دادم، اومدم پایین الان ساعت 4 بوده، شده 4:03، 3 دقیقه یه حکم اعدامم تو سالن دادگاه، این توی لابی راه روی دادگاه، یه حکم اعدامم دادم اونجا و رفتم سوار ماشین شدم. میگن برای همین حکم آخری اعدامت میکنیم، برای اون حکمای اعدامی رو که در داخل دادگاه دادی ما 15,000 دلار بهت پول میدیم که بگی مردم رو بکشن. این مقدار اینها با هم تفاوت داره.
اون بالا که نشسته شخصیت نبویش، این پایین که نشسته شخصیت خودشه، شخصیت بشریشه، شخصیت اختصاصی شخصیشه. شما پاسخ من رو ندادید، ایرادهایی رو که به شخص محمد در قرآن گرفته شده. حالا اینها رو ما در یک تلویزیون عمومی نمیخوایم که بهانه دست دشمن هم بدیم، ولی مجبور میکنید شما منو که شخصیت کاملی از او در قرآن ترسیم نمیکنه در مقام محمدی. پرسیدم از شما که آیا این رفتار رو قرآن گفتی که باید از ایشون ما اطاعت بکنیم؟ و بعد سوال دومی که از شما کردم که پاسخ نگرفتم، مکانیسم دسترسی به این استنادات و اطلاعات در قرآن چطور معین شده؟ ما میخواییم الان محمد رو اسوه قرار بدیم، چطور اسوه قرار بدیم؟ میگن صبحانه اینو میخورده، نهار این رو میخورده، اینطور میجنگیده، اون کار میکرده، اون کار میکرده، اینها رو از کجا پیدا بکنیم؟ این رو هم به من جواب ندادید. کم کم یه کمی از اون شوق اولیه من کم میشه که در شما یک تب و در التهاب و آتش حقیقت جویی پیدا کردم، اون یک کمی تخفیف پیدا میکنه در من، که شاید شما قصد برنده شدن در گفتگو اینها رو دارید و قصد اینو دارید که حتما طرف دیگر رو محکوم بکنید یا یه حرف خودتون رو به کرسی بنشونید. بله، این سوالات رو جواب بدید، به من نمیخواد جواب بدید، به خودتون جواب بدید و بدانید که این سخن من و شما نیست، سخن میلیون ها نفر آدم با هم دیگه است که همه اینها میشنوند. اگر سوالی از شما میشود و به نظرتون میرسه که باید پاسخ بدید، پاسخ بدید، و الا بگویید در این قسمت من احساس محکومیت میکنم و پاسخی ندارم. بعد فکر کنم راجع به این موضوع، چطور قرآن میتواند کسی رو اسوه قرار بدهد به ما که اولا شخصیت کاملی نداشته، یک، و دوم اگر هم داشته راهی به ما نشان نداده قرآن که چطور ما پی ببریم به وجود این اسوه و چطور بتوانیم مستند بکنیم رفتار این اسوه رو که ما از این الگو بخواییم اطاعت تابعیت بکنیم. یعنی قرآن ما رو در نیمه راه رها کرده. شما به هیچ کدام از این توضیحات من که من تمام وقت این برنامه رو اختصاص به سوال شما دادم و حرمت برای شما قائل شدم، شما هیچ حرمتی برای این وقت و برای میلیون ها مردمی که میشنوند ما رو قائل نیستید. این سوالات رو جواب بدید که مردم از طرف گروهی که مثل شما فکر میکنن پاسخهای مشابه رو بشنوند. به هر حال اونچه را که من فکر میکنم که قرآن به صورت اسوه و نمونه و الگو قرار داده، شخصیت رسول است نه شخصیت محمد، شخصیت نبوی ایشان است. شخصیت نبوی مشتق از شخصیت رسالت ایشان است و اون شخصیت است که در قرآن گفته شده که رفتار او رو سرمشق و الگو قرار بده. و عرض کردم که در مقام نبوت هیچ رفتاری وجود ندارد جز اطاعت از قرآن، جز اطاعت از قرآن. اون رفتار رو در درجه اول شما باید که ملاک عمل قرار بدید و اسوه قرار بدهید و تقلید کنید. از چی تقلید کنید؟ از اطاعت او از قرآن تقلید کنید. وقتی این اطاعت رو پذیرفتید، این سرفصل اطاعت از رفتار نبی است، وقت یک مرتبه وقتی گفتید چشم، نبی در اقیانوس غوطه می‌خورد، اقیانوس قرآن، من هم او رو الگو قرار میدم و در اقیانوس قرآن غوطه ور میشه. در اینجا اگر شما او رو الگو قرار دادید، شما و نبی هر دو در اقیانوس قرآن مطیع قرآن خواهید شد. اون وقت همه ی رفتاری که شما میکنید باید تابع آیات قرآن باشه. اینکه از رفتار نبی میگوید که الگو قرار بده و تبعیت کن، باز بر میگردیم، یعنی از آیات قرآن تبعیت کن. شخص وجود ندارد، بت پرستی به هیچ شکل خفی و جلی نمیتواند که در قرآن وجود خارجی داشته باشد. در دقایق کوتاهی که در این بخش از برنامه یه بعد اعلام تنفس خواهیم کرد باقی است،
ما دقایق کوتاهی دیگه برنامه رو مجبور هستیم در فیسبوک قطع بکنیم و حدود شاید 15 دقیقه یا 30 دقیقه بعد از آن دو مرتبه وارد فیسبوک خواهیم شد. با ما باشید و از این برنامه ها با هم استفاده کنیم. در سوره جمعه سوره 62 قرآن می فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی اوست اللهی که بعث برانگیخت چیزی رو در چیزی حلول نداد. شخصیت محمد مستقل از شخصیت نبوی اوست، به هیچ عنوان اینها متحده با هم نیستند، به هیچ عنوان. اگر ما این اتحاد رو بپذیریم، بزرگترین اشکال و اشتباه در حقانیت و در اعتبار و استناد قرآن به وجود آمده. یعنی این آدم در واقع نبوت درش حل شده و خودش شده نبی. هر چی که میگوید سخن نبی است. یعنی تبدیل شده به نبی. خب اگه تبدیل شده به نبی که هر سخنی میگوید سخن نبوی است، باز که بیان او شد بیان خدا، این که دیگه شرک از این بالاتر نمی شود که نبوت در وجود محمد منحل شده باشد یا محمد در نبوت منحل شده باشد. وای بر ما اگر چنین باشد. نگویید چنین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اوست اللهی که برانگیخت، نه اینکه حل کرد، برانگیخت از بین امیین رسولی رو که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میگن که تا فرمان وقتتون تمام شده. از حضور همه شما خداحافظی میکنیم. 15 یا 20 دقیقه دیگه انشاءالله برمیگردیم و روی فیسبوک با شما ملاقات خواهیم داشت. خدا نگهدار شما. خداحافظ.